لبیک اللهم لبیک. آمدم گرد حریمت که طوافت کنم، آمدم بر تو توکل کنم، ان الحمد والنعمت لك، آمدم نزد تو آدم شوم، آمدم بندگیم را به تو محکم کنم، لبیک حجا حقا، آمدم تا به منا ما و منیت کشم، آمدم بوی خدا گیرم و اطهر شوم، لبیک ذا النعماء، آمدم دیو بداندیش خاکش کنم، آمدم بار دیگر نفس مکرم شوم، لبیک وسعدیک، آمدم مست ز سرچشمه زمزم شوم، آمدم تا که به تکریم الهی رسم، لبیک اله الحق لبیک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله. با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با ویژه برنامه سرزمین توحید در خدمت شما عزیزان هستیم در دومین روز حج و نهمین روز ماه ذوالحجه. دعوت کردیم از استادهای محترم برنامه که قبول زحمت فرمودن، جناب استاد دکتر سید اکبر عرب و همچنین دکتر عبدالسلام ملایی که قبول زحمت فرمودن و در خدمتشون خواهیم بود. استاد خیلی خوش اومدید، فرمایید در خدمت شما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عرض ادب دارم خدمت شما، برادر بزرگوار آقای کریمی، جناب برادر عزیزمون استاد عرب و همچنین بینندگان عزیز بزرگوار شبکه جهانی نور، در این روز میمون مبارک التماس دعا داریم و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بده که طاعت و عبادت ها را بپذیره و خالصانه همه را در دعای خودش قبول کنه و توفیق استقامت و استمرار در راه توحید و بندگی به همه نصیب کنه. انشاءالله. آمین. انشاءالله. استاد عرب در خدمت شما. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله خیر خلق محمد و علی آله و صحبه و علیه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم. عرض ادب احترام دارم خدمت رادای زاغی کریمی و شاین جناب دکتر رادای زمان. بله، در خدمتشون هستیم. خواهش می‌کنم. خیلی خوش اومدید استادهای عزیز. خب دوستای عزیز، اگر برنامه قبلی ما رو دنبال کرده باشید، بیننده عزیزی تماس گرفتن، آقای مجید و یک بیننده دیگه، و حدیثی رو مطرح کردن و به هر حال وقت نشد، چون در اون برنامه وقت رو به اتمام بود و وقت به پایان رسید، نشد که در مورد این حدیث بیشتر با شما عزیزان حرف بزنیم. برای همین، چون همین بحث رو با استاد حسینی داشتیم، تماسی خواهیم داشت با استاد حسینی قبل از اینکه وارد این بحث خودمون بشیم و در مورد این حدیث از ایشون میپرسیم و ببینیم این حدیث طوری که آقای مجید ادعا کردن که این حدیث صحیحه، آیا واقعا به لحاظ سندی صحیحه؟ و حالا ایشون فرمودن شیخ البانی این حدیث رو تصحیح کردن به لحاظ سندی، آیا این تصحیح باز صحت داره یا نه و اصلا خود حدیث چی میگه؟ استاد حسینی سلام دارم خدمتتون، اگر صدای بنده رو دارید در خدمت شما هستیم، شما و این حدیث بفرمایید. علیکم السلام و رحمت و خدمت شما و میهمانان عزیزتون در استودیو و همچنین بینندگان عزیز و محترم، از همتون خدمت همتون عرض ادب و سلام دارم با آرزوی اینکه خداوند ما را از جمله مغفورین و مرحومین در این روز بزرگ قرار بدهد. اما در مورد روایتی که فرمودید، اولا این روایت از سخن ابن عباس هستن، این چیزی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ما فرمودن، من که بگیم که حدیث است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. در روایت امام نسائی وقتی نگاه میکنید، همه این روایت هایی که اومده از طریق خالد ابن مخلد قطوانی است که امام زیدی مثلا در مورد اون میگه که امام احمد در مورد گفته که احادیث منکر داره، ابن سعد هم همینو گفته، گفته که منکر الحدیث مفرط التشیع، حدیثش منکر هست و در تشیع افراطی است، از افراطی هاست. سعدی هم میگه که کان معلنا بسوء مذهبه، مذهبش رو آشکار کرده بود،
و دیگه با زشتین آشکار میکرد. پس تمام طرق این روایتی که در امام بر اساس روایت امام نسائی است، طریق خالد ابن مخلد قطفانی است، بر اساس گفتار این بزرگان این فرد ضعیف است. در سنن کبرای بیهقی هم وقتی اومده این روایت، عبدالله ابن محمد ابن شرقی آورده که این فرد هم متکلمون فی هست، متهم هست به این که فردی بوده که دوام داشته بر خوردن مشروبات الکلی. خب وقتی روایت از این گونه افراد باشه، بس دیگه دقت کنید به درجه قبول نمودن روایت این فرد. حالا اونایی هم که تصحیح کردن به آلبانی رحمت الله علیه نسبت دادن، نکنید مجموع این امکان داره شیخ آلبانی، مجموع روایت هایی در این مورد اومده، شیخ آلبانی اونو حسن دونست یا صحیح دونسته، و گفتیم که صحیح الاسم به معنای صحیح المتن بودن نیست. بله. و به معنای این نیست که حالا هر چیزی که در این اومده میگه از نظر سندی درسته، حالا از نظر متنی بحثش جداگونه هست. و این سخن ابن عباس هست رضی الله عنه که در اینجا اینو گفته که از طرز گفته که به خاطر اینکه علی سنت را زنده میکنه، زنده نگه داشته، معاویه با اون مخالفت هست. در حقیقت این بسی جای صحبت هست، امکان نداره که این گونه باشه، زیرا که در روایت های دیگه که هست خود عبدالله بن عباس سخنان زیبایی در مورد حضرت معاویه داره. پس امکان نداره که این تناقض در بین سخن ابن عباس در یک مرحله باشه، در اینجا این گونه برخورد کنه، در جای دیگه از او به خوبی یاد کنه، حتی زمانی که فوت میکنه از او به خوبی یاد میکنه. در مجموع من حیف میومد که این روز مبارک رو به این روایت هایی که لا یسمن ولا یغنی من جوع، به این روایت ها بپردازیم، روایت ها که سعی میشه یک نوع ایجاد کره و کینه در بین مسلمان ها شه، بذاره این که میخوان اثبات کنن که در بین مسلمان ها هم، در بین حضرت علی و باقی بزرگان کره و کینه بوده، که بر این اساس بخواهند از آب گلالود ماهی بگیرند. خیلی ممنون و متشکر از شما استاد حسینی عزیز که بر حال زحمت کشیدید و این مطالب رو ارائه فرمودید. خدا یار و نگهدارتون. بینندگان عزیز و گرامی، همونطوری که مشاهده فرمودید، بر حال طبق روال همیشه حرفایی که اینا زدن بیشتر از یک ادعا نبود، و بر حال امیدوارم خودتون بیشتر در این مورد بتونید مطالعه کنید و ما نمیخوایم بیشتر از این دیگه به این موضوع بپردازیم. در این ساعت میخوایم در مورد خطبه های پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عرفه و در حجت الوداع بیشتر بپردازیم، ببینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در این روز چه توصیه هایی رو برای یارانش، برای صحابه، برای شاگردانش داشتن و برای امتش به صورت عمومی. برای اینکه بیشتر با این قضیه آشنا بشیم و وارد بشیم، میام برنامه اول رو ببینیم، انشالله برمیگردیم خدمت شما. خب مثل این که میان برنامه تا آماده میشه، خب هنوز آماده نشده. پیامبر صلی الله علیه وسلم در آخرین حج خودش یک سری وسایل رو برای یارانش داشتن که میخوایم در این مورد با شما حرف بزنیم. آماده است؟ بله. خب میبینیم، برمیگردیم. ابو امامه رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبه حجت الوداع فرمودند بعد از من پیامبری نخواهد آمد و پس از شما هم امتی نخواهد بود، بنابراین پروردگارتان را بپرستید و نمازهای پنجگانه را به جای آورید، زکات اموال خود را پرداخت کنید و ماه رمضان را روزه بگیرید و از ولات امور خود اطاعت کنید که با انجام همه این امور به بهشت پروردگارتان وارد خواهید شد. حدیث صحیح به نقل از معجم طبرانی.
نبوت قبل، ولی بحث اینجاست که در این ایام اکثریت مسلمان ها جمع آوری شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این مواضع تاکید میکنه و یک نوع ابلاغ عمومی به تمامی امت هست. لذا یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. در سوره آل عمران، در سوره مائده معذرت میخوام، که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور گرفت به ابلاغ رسالت بدون هیچ گونه کتمان، بدون هیچ گونه به جا گذاشتن اصول و فروع این دین. ولذا یکی از جمله های مشهور و معروف رسول الله صلی الله علیه و آله که چندین بار در خطبه های متعدد تکرار شد، الا هل بلغت اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. امت را شاهد می گرفت در سرای عرفات، در روز منا، در روز دیگر، و می گفت آیا ای امت، من ابلاغ کردم، من رساندم پیام الهی را به شما، من دین را کامل به شما رساندم؟ همه گفتن بله یا رسول الله، کامل و تمام رساندیم. پیامبر امت را شاهد می گفت بارگاه الهی، بار الها تو شاهد و گواه باش. ولذا قرآن هم تأیید فرمود، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اتمام رسالت و کمال دین بر و تمامی نعمت بر امت کاملا اعلام شد و هیچ کس مدعی نخواهد بود در امت اسلامی که چیزی به جای مانده است. ولذا صحابه مقوله های مشهوری دارند. یکی از مقوله های مشهورش از زمان سلمان فارسی، از زمان ابو هریره، از عبدالله بن عباس و دیگران میفرمایند کسی که معتقد باشد یا بگوید یا ادعا کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی از دین را به جای گذاشته است، مثل که بگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم خیانت کرده در ادای رسالتش، و این مقبول نیست. باید دنبال حدیث صحیح باشیم، دنبال مضامین قرآنی باشیم تا اینکه پیدا کنیم آیا این از دین هست یا از دین نیست. پس حجۃ البلاغ بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ دین کردن به تمام و کمال. حجۃ الوداع بود چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از آن احساس میکرد که دیگه رسالتش تموم شده و مسئولیتش به پایان رسیده و باید با امت خداحافظی کنه، و میگفت که میفرمود که ای امت، خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. ای امت، ای مردم، از من مناسک حجتون را یاد بگیرید، شاید بعد از امسال شما را نبینم، شما را ملاقات نکنم، با من زیارت نکنید. و این تأکید پیامبر صلی الله علیه وسلم در مواضع مختلف بر این مسئله بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم اتمام رسالت کرده بود و ابلاغ رسالت کرده بود و احساس میکرد دیگه بعد از این امت را نخواهد دید، ولذا حجۃ الوداع یا حج خداحافظی با امت بود. حجۃ الاسلام بود چون پیامبر صلی الله علیه وسلم تنها حج بود که در حج اسلام انجام داده بود و 4 عمره انجام داد پیامبر صلی الله علیه و سلم، که اولین عمرهش در روز حدیبیه بود، به نیت حدیبیه رفت بر روز حدیبیه که در اونجا مانع شدند. سال بعدش عمره قضا بود و بعد از فتح مکه هم حج عمره جعرانه بود که بعد از فتح طائف دوباره برگشتن عمره کردن. این 3 عمره در 3 سال متعدد بود، در سال 6م، 7م و 10م و 8م، و سال 10م که با حج با عمره امراه بود. و لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم 1 حج و 4 عمره انجام دادند. که در به طور کلی من میخوام به این نکته تاکید کنم که مجموعه خطابه ها و سخنرانی های رسول الله صلی الله علیه و سلم از زمانی که از مدینه منوره خارج میشه تا زمانی که برمیگردد به مدینه متعدد بوده و محتوای اون هم بنا بر افرادی که مورد خطابش بوده. هرچی امت بیشتر میشدن، محتوای خطبه ها هم و بار خطبه ها هم چه بوده؟ متناسب با حال و هوای اون موقعیت بوده. ولذا یکی از سخنانی های رسول الله صلی الله علیه وسلم که در صورت کلیپ پخش شد، در صورت کلیپ الان پخش شد، بر این مبدأ تأکید داره که ای امت، من پیامبر خاتمم، بعد از من هیچ پیامبری مبعوث نخواهد شد، و این تأکید بر اصل قرآنی است. بله. اونجا و
و ما محمد الا رسول نه ما كان محمد ابا عبد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين در سوره احزاب. بله که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی است؟ خاتم انبیا و رسول هست. یعنی استاد میتونیم اینو یک نوع هشداری بر حال به امت بدیم که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر کسای دیگه ای اومدن و ادعای و این را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بودند، فرموده بودند که بعد از من 30 نفر شاید ادعای چیکار کنند؟ نبوت کنند. کذابون الدجالون که یکی در عصر خودش مسلمه بود و که بعد حضرت ابوبکر با اون و لشکریانش جنگید و تارمارشون کرد و به هلاکتشون رسوند. بس اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اصولی دارن تاکید میکنن که امت باید به اون پایبند باشد یا اینکه از خطر اون چیکار میکند برحذر میدارد. یکی از اینها اصل نبوت هست و اینکه مسئولیت امت هست، به پا داشتن نمازها که شعار این دین هست، به پاداشتن به صلاح حج خانه خدا و روزه و ادای روزه ماه رمضان و همچنین ادای زکات هست و در نهایت پیروی از ولات امر مسلمین هست که اتحاد یک پارچه‌بی امت اسلامی را نگه می‌دارد برای قیام شعائر دینی. اگر که مردم با دولت مردان اسلامیش و مسلمانشون همدل و همصدا نباشند، هم رنگ نباشند، هم سو و هم فکر و هم عقیده نباشند، تشتت به وجود میاد و اونجاست که شعائر و اقامه و حدود و شعائر دینی غیر ممکن خواهد بود. بله. این اصول کلی است که من به خیلی از یک گذرا گذاشتم، اگر دکتر عرب میخواهند که توضیح بیشتر بدهند. استاد عرب، بالا بحث این که بگیم بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه پیامبری نمیاد و پیامبر خودشون اشاره داشتن که بعد از ایشون اگر کسایی بیان انسانهای دجال و کذاب هستن، خب این یک قضیه به هر حال فکر کنم حل شده است. اما اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن بعد از شما دیگه امتی نمیاد، این چه اهمیتی داره؟ آیا این نکته ای درش نهفته است؟ بله، اگر ما بحث امت ها وقتی میگیم یا خطاب امت ها قرار میگیره، به ملت های میگن، به جوامع میگن که به اصطلاح در یک برهه از زمان یک نبی خاص و یک قدرت سیاسی خاص و یک چیز خاصی داشتن که با رفتن اونها از اونها فقط یک سری یادگاری برای ما به جا مونده، یک سری آثار به جا مونده که میگیم فلانی ها وجود، مثلا اون چیزی که در زمان نوح علیه السلام بودن، با از بین رفتن امتی که در اون ملتی در اون زمان وجود داشت، انسان هایی که وجود داشت، در کل میگیم یک امتی از بین رفت و ملتی یا امتی جدید به وجود اومد. یا مثلا وقتی شما به مثلا از آثار فرعون و غیره میشنوید، از نمرود و آثار اونها، بله یک امتی بودن داره قدرت و مکانت برای خودشون در جامعه بودن، سپس اونها سرنگون شدن، رفتن و ملت‌های دیگری جای اونها رو گرفتن. همچنین بارستر از اون مثل قوم عاد و ثمود می‌بینید که امت‌هایی بودن، برای خودشون پیامبرانی داشتن، آداب و رسومات متعددی در بین خودشون وجود داشت که با نافرمانی از پیامبران خودشون یا در حقیقت به هلاکت رسیدن اونها، گویا تاریخچه این امت یا بگیم دفتر این امتی که نام قوم عاد یا ثمود یا غیره یاد شد، با اومدن عذاب، با اومدن مثلا امتحان و ابتلا و اثر اونها، با اینکه بعضی اونها برای ابلاغ شد، حقیقت بهشون رسید، دیگه این امت ها به فراموشی سپرده شدن و از بین رفتن، نابود شدن، انسان های دیگر، نسلی نوین و جدید جای اونها رو گرفتن. ما در بحث امتی که بر از امت دیگه نخواهد بود، رسول الله در حدیث میفرمایند که من 3 دعا کردم از خداوند، ما خداوند 3 تا این 2 تا اونها پذیرفت و یکی از اونها رو نپذیرفت. یکی از اونهایی که به اصطلاح الله عزوجل از رسول الله پذیرفتن اینه که این امت رو به یک دفعه هلاکت نرسونه، مانند قوم عاد و ثمود از بین نره. یعنی نسلی که امروز ما وجود داریم، ملتی که امروز وجود داره، این نیست که تعداد اندکی مثل قوم نوح 70 و چند نفر در سفینه نجات پیدا کردن، تمامی اقوام دیگه مردن، بعد از این 70 و اندی نفر مثلا ملت‌های گوناگون، نژادهای گوناگون و بعد از اون امت‌های دیگری به جامون. یا مثل قوم عاد و ثمود نبود که بگیم یک قوم و قبیله به نام عاد و ثمود وجود داشت، پس این قوم و قبیله نابود شد، دیگه آثاری از اونها به جای نمون. نه، این امت ملتی است که از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله با همون نژادهای گوناگونش، عربیش، عجمیش، رومیش، سیاهش، سفیدش، قرمزش، همش چیه به اصطلاح وجود داره و همون نسل و همون امت رو می‌بینیم که
به جا مونده، خداوند بعد از این امت یعنی هرگز بلایی رو بر سر این امت نخواهد آورد، یعنی کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اونها به سونها مبعوث شده. اگر امت رو به این دسته تقسیم کنیم که هر گروهی یا هر ملتی که برای اونها پیامبرانی اومدند و اونها بعد از رفتن اون پیامبر از دنبال اون پیامبر از نسلشون به اصطلاح منقرض شده بگیم، بله، یا از بین رفته دیگه آثار اونها به جا نمونده، بگیم امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از مبعوث شدنشون به سوی این بشریتی که امروز ما در زندگی میکنیم این ملت باقی میمونه همونطوری که دین رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی هست تا قیام ساعت. بله. استاد مولایی بس پیامبر صلی الله علیه و سلم در سومین بگیم توصیه شون اشاره داشتن به پرستش الله و ما رو به و امتش رو بگیم به این توصیه کردن که الله رو بپرستید. اولین مطلب هم قابل تاکید هست، امروز امت دوباره بعد از یک چالش های زیاد درهای بدعت رو داره یکی باز دیگری داره باز میکنه. امروز قنواتی هست به نام احمدی ها قادیانی های قبل که امت اسلامی اون رو کاملا چیکار کردن؟ تکفیر کردن، ولی دوباره دارن چیکار میشن؟ تجدید میکنن. بهایی هایی که شیعه و سنی و تا سایر فرق امت اسلامی رو تکفیر کردن، دوباره فعالیت خودشون رو شروع کردن. به بهانه های مختلف امروز به بهانه های مختلف دارن آیین های جدید دوباره در امت زنده میشه و همچنین که در میان خود امت داره راه های بدعت تصوف از یک طرف دیگه، شیعه غلات از طرف دیگه و الی آخره. تأکید رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این که من پیامبر خاتمم، بعد از من پیامبری نخواهد آمد، و همچنین در بعضی از سخنرانی های دیگرشون که میفرماید که فرمودند که ترکت فیکم ما ان تمسکتم من او بعضی روایت های دیگر هست ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب الله، در خیلی از روایت ها با کتاب الله تنها تاکید شده و بعض روایت ها سنت نبی صلی الله علیه و آله هم اضافه شده. خب این همون مبدا را داره دوباره تاکید میکنه در جای دیگر، در سخنرانی دیگر، و یک اصل را داره ثابت میکنه و اون اصل این است که راه این امت برای احیای شعائرش جز کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله راه دیگر وجود نداره. فلسفه بافی ها و سفسطه و چنگ زدن به قیل و قاله های مردانی که شاید اشتباه کرده باشند، شاید به احادیث ضعیف یا دروغین چنگ زده باشند و استدلال کرده باشند، این نمیتونه برون رفت از مشکلات امت اسلامی باشه. امت اسلامی امروز به یک تصفیه کامل نیاز داره و اون بازگشت صحیح به منهج کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اون چیزی که امروز دشمنان کینه‌توز یهود، صهیونیست‌های بین‌المللی، کمونیست‌های خوناشام و غیر ذلک دست به دست هم دادن بر علیه امت اسلامی، امروز از هر جایی که امت این اسلامی طعنه در نیزه هاشون به سمت سلفیت، به حجت وهابیت و تفرقه امت و امثال اینهاست، چیز دیگری جز تمزیق امت و تشتیت به اصطلاح کلمه امت از کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. امروز اهل بدعت همه جا فراوان هستند، برای خودشون آزادی خودشون رو دارن و دارن کارهای خودشون رو آزادانه انجام میدن، جلساتی میگیرن، بله، همین جلسه چچن، بله، امثال اونها خیلی زیاد هستن. ولی بیایید امت اسلامی را، اونهایی که واقعا دارن از رای عدل و انصاف و قانون و بحث گفتمان هدفمند دارن رایشون رو در پیش میبرن، چطور زیر فشار قرار گرفتن؟ در هیچ جا آزاد نیستن، در هیچ جای امت اسلامی. این است که ما میگیم واقعا بحث نبی خاتم و امت خاتم همچنین قابل بررسی است در این روز میمون مبارک. امت باید پیامبر خودش رو بهتر بشناسه و تمسک بکنه به مبادی و اصولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اون تاکید کردن، و این را بداند که امت خاتم اصلا مسئولیت اول و آخر هدایت مردم بر دوش اونهاست. ولی لذا پیامبر فرمود الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب فرب مبلغ او عام سامع، فرمودن بلغوا عنی ولو آیه، ای مردم از من برسانید ولو اون که یک آیه کلمه باشد، یک آیه باشد، از من برسانید به دیگران، هر کس حاضر است به غائب برسانه، شاید اونها بتوانند که پیام را بهتر بگیرن، بهتر به دیگران برسانند.
ولذا امت در روز عرفه از پیامبر بزرگوارش صلی الله علیه و سلم این مسئولیت را تقبل کرد، این وظیفه را پذیرفت که به دیگران بره. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگر که بخواهد امت شانه خالی کنه از این مسئولیت، آنجاست که خداوند از بعد خودش به عقب بیندازه. خداوند فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض. استخلاف در زمین با شعار نیست، با شعارهای حزبی و سیاسی نیست، با حرکتهای نمیچین و چنانی نیست، با تمسک به موادی این دین هست که قرآن و سنت، قرآن و سنت باشه. بله استاد عرب، تقریبا دوست دارم این وارد یک حدیث دیگه بشیم و این مطلب رو، یعنی روزه و نماز و زکات و اطاعت از ولات امور، خیلی مختصر بفرمایید که بتونیم به احادیث دیگه. احادیث آشکار و واضح هست از اونجایی که در بدایتش به سلام عقیده شروع شده، اینکه بعد من نبی وجود نداره سپس و اینکه پروردگارتون به یگانگی پرستید، میاد به ستون اسلامی پرازه که نماز هست. رسولان فهمیدن که توحید رأس اسلام هست و نماز ستون این دین هست. کسی که واقعا نماز پنجگانه ترک میکنه یا به اون توجهی نمیکنه، همونطوری که در آیات قرآنی میاد که صفات منافقین بیان کرد، کسی که در نماز سستی میکنه حتی بله. اذا قام الصلاه قام کسالا یراؤون الناس، یعنی به اصطلاح به این حالت. سپس میبینیم که همین خود نماز حدیث دیگری میاد که فرق بین کافر و مؤمن در نماز است. کسی که نماز رو ترک کنه حسی در دین نداره، یعنی که در اولین چیزی که در روز قیامت از اون محاسبه خواهد شد نماز است. ولی این نماز رو چه در مراسم حج با این همه فشردگیش و مراسمی که انجام میدن باز فراموش نمیشه و مثلا در جای خودش ادا میکنه، حتی این نماز در حالت جهاد چگونه مثلا با نمونه های گوناگون این نماز رو میخونه در سفر، در هر حالتی میبینید که این باید ترک نمیشه. بله سپس میاد به ادای زکات که حقی است که الله عز و فرمودن که رسول فرمودن که این مالی است که الله عز و جل حقی است از فقرا که در چیز شما اغنیا گذاشته، در عهده شما اغنیا گذاشته، این سرات میدان گذاشته، و وظیفه است که هر انسان مؤمن که دارای این مقداری از این مال هست به حد نصاب هست، هرگز برادران فقیرش کسی دیگر را فراموش نکنه و منتی نیست که بخواد بگه من اونها چیزی رو کمک کنم، بلکه این حقی است از خداوند که در منوال ما قرار داده نسبت به این انسان هایی که نیازمند و محتاج هستند. و سومو شهرکم که همون ماه رمضان هست که واضح و آشکار است مکانت و منزلتش نزد امت اسلامی، و اطیع و ولات و امرکم، چیزی که امروز متاسفانه بعد از عصر صحابه و بعد از سلف این امت اومدند کفار، اومدند دشمنان ما، اومدند اهل بدعت، این خلأ بزرگ، این فهم خاطئ و بزرگ رو در امت وارد کردن که به هر دلیل ساده و کوتاهی کاری کنن که امنیت خودشون در جامعه خودشون از بین پاشیده بشه. به مثلا در مورد اطاعت از ولی امر، اطاعت از حاکمی که به عنوان مسئول در یک جامعه قرار داده شده، یک حکم شرعی است. بله. همونطوری که الله عزوجل برای تطبیق بسیار از احکام و مجازات، حتی اگر یک نفری خونش ریخته میشه، خود این شخص نمیتونه بره این خونش رو بگیره مگر اینکه حاکم وجود داشته باشه. اگر در جامعه حاکمی وجود نداشت، اگر در جامعه ولی امری وجود نداشت، حتی حدود الهی که به اصطلاح برای زناکار، برای یک مجرم دوست، برای یک قاتل گذاشته شده، هرگز این حکم پیاده نخواهد شد مگر به وجود این ولی امر. به لحاظ همونطوری که وجود این ولی امر یعنی وجود و تطبیق احکام شرعی، پس این دو مستلزمیه که دیگه لازم هستن و لازم ملزومی دیگه هستن، ولی هاذا اطاعت اونها رو یک از اموری است که واجب برای ما قرار داده شده و در دین واضح و آشکار است که چگونه از اونها اطاعت کنید. فقط به نظر میدن زمانی از اونها اطاعت نمی کنید که شما رو به سوی معصیت دعوت بده، و الا حتی اگر شما رو زد بر کمرهای شما رو شلاق زد و اموال شما رو به زور از شما گرفت، باز هم باید از اون اطاعت کنی. چرا؟ امروز فقط مخصوصا اگر اجازه بدید، بله ما بسیاری از بلاهایی که سر امتهای ما امروز اومده فقط به مخالفت این قضیه است. یک حاکم در یک جامعه اسلامی نه از ملت خودش اطمینان خاطر داره، امنیت داره، و نه از ابرقدرت و طمعکاران در خارج از اون. اینه که به ما میاموزه که ما با ایستادن در کنار حکام خودمون، در ایستادن در کنار اولات امور خودمون که بر حق هستن و میشه اونها اطاعت کرد، ما رو به سوی خیر دعوت میدن، از اطاعت و بندگی علمان رو باز نمیدارن، باعث انسجام ما و حفظ امنیت ما، حفظ به اصطلاح شاعر دینی ما و حفظ ناموس و جان ما. خیلی ممنون و متشکر استاد عرب عزیز. آقای رضایی اولین بیننده ما هستن، در خدمت شما هستیم. آقای رضایی عزیز بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلامکم الله و تقبل الله ان شاء الله.
محضر شما عرض کنم. جناب آقای مولایی و جناب آقای عرب سلام عرض میکنم. علیکم السلام و الله برکات. ممنون، سلامت باشین انشالله. محضر جناب آقای مولایی در مطالبی را که در این 20 دقیقه که بیننده برنامه شدم از محضر شما گرفتم، یکی این که در دو نکته رو میخوام روش تکیه کنم. یکی بله. این که در آیه که از سوره توبه بود یا سوره نور، بسم الله الرحمن الرحیم، وعد الله الذین آمنوا، و یکی هم در اون قضیه که فرمودید که بعضی ها به احادیث ضعیف چنگ میزنن و اینها رو به اصطلاح منهج خودشون قرار میدن. این حدیث کتاب الله و سنتی، این را ما امامی ها میگیم این حدیث نسبت به کتاب الله و اطرتی سندش خیلی ضعیفه و کتاب الله و اطرتی سندش بیشتر قوی است و بیشتر معتبر است. بله. کما اینکه دو کتاب به اصطلاح اصولی شما مثل کتاب صحیحین بخاری و مسلم اصلا کتاب این حدیث کتاب الله و سنتی اینا حدیث هستن. بله بفرمایید. اونا آره. نقل نکردن. یکی ما راجع به این آیهی که فرمودید شما بسم الله الرحمن الرحیم و علی الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم کما استخلف الذین من قبلهم، ما به این آیه استناد میکنیم راجع به استخلاف و میگیم به استناد همین آیه خدای منان خلافت رو در این امت نهادینه کرده است مثل سنتی که در امم قبل بوده است. بله. و هرچه به سبک و سیره و سنن انبیا سلف خاتم الانبیا و امت قبل بوده است در همین امت هم به استناد همین آیه خلافت همونطوری و خلافت انتخابی رو ما میگیم اشتباه است، غلط است. حالا اگر که اجازه بدید چشم. بمونم و اگر نه جواب به من بدید. چشم، انشالله در ادامه جواب سوالات شما رو خواهیم داد. ممنون از تماستون آقای رضایی. متشکرم. خدا نگهدار. خدا یار و نگهدارتون. خب دوستان، بریم میان برنامه ای رو ببینیم در مورد همین موضوع برنامه خودمون که درسایی از حجۃ الوداع هست. میان برنامه قشنگ میبینیم، باز برمیگردیم خدمت شما. الله اكبر. بله، با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و کمال تشکر از دوستای تولید که میان برنامه قشنگ رو برای ما تهیه کردن. استاد مولایی آقای رضایی، حالا انشاءالله در مورد این خطبه هم که در این میان برنامه گنجانیده شده بود حرف میزنیم که مهمترین خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع بود، ولی خب برمیگردیم به حرفای آقای رضایی که استناد کردن به سوره نور و گفتن ما طبق این آیه میگیم بر حال خلافت الهی است و انتصابی نیست. مثل آقای خمینی و خامنه‌ای که نمیدونم حالا اونا چجوری الهی بودنش رو ثابت میکنن. اگه این حجت بر علیه اونا است، پس چطوری بر حال استخلاف از ابوبکر برای عمر رو نمیپذیرن؟ خب حالا این خودش جای بحثه که این یک مطلب و مطلب دیگه هم که بحث خلافی رو من فکر کنم استاد کریمی و استاد رضایی، شما یک انسان اهل مطالعه و اهل تحقیق هستید و کافیم در این زمینه مطالعه دارید. من فکر میکنم که بحث در این زمینه به اندازه کافی آفی شده. اون چی که خلاصه میخوام عرض کنم اینه بله. که بحث استخلاف درست مبدأش الهی است. از ما از اون جایی که امت معصوم نیست مگر با جمعش، جمع امت معصوم هست، فرد امت معصوم نیست. این یکی از ویژگی های امته. ولذا رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث خلافت را واگذار به امت کرد. شما 23 سال نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورق بزنید در کتاب های سیرت، در کتاب های سنت و الاخری، هیچ جا بحث از امامت و خلافت نیست. چرا نیست؟ چون مسئله امامت و خلافت، امامت کبرا که میگیم، همین خلافت هست، همون جانشینی هست. نیست به خاطر چی؟ مگر از باب وصف، کیا لیاقت دارن، کیا شایستگی دارن، چه ویژگی هایی باید در امام و خلیفه باشد. اینا بحث شده در قرآن و سنت. بله. اما به عینی بحث نشده که آقای کریمی باشد، آقای صدر اکبر باشد، آقای ملا باشد، فلان باشد. این بحث نشده. چرا؟ چون امت بعد از رسولش صلی الله علیه و سلم باید باب اجتهاد را باز بکنه، ببینه کی لیاقت هست اون را انتخاب بکنه، چه ویژگی های آیه ویژگی امامت و خلافت رو داره یا نداره. درست. اما که ما بگیم الهی هست، آیا این
ادعا، همون ادعایی بود که ائمه به اصطلاح اطهار که اونا نامی برند رحمت الله علیهم اجمعین، آیا ادعا داشتن؟ نه. اگر این ادعا داشتن در زمان خلافت های متعدد اموی ها و عباسی ها کجا بودن پس؟ آیا از مردم بیعت گرفتن بر بر خلافت، بر امامت و رهبری سیاسی جامعه؟ نه. نگرفتن. تنها چیزی که بود امامت دینی است. امامت دینی ما برای همه قبول داریم، هر کس که علم، صاحب علم باشد، رهبریت دینی جامعه در اختیار داره. و این چیزی بود که از عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا به قیام قیامت امت دنبالش هست. این واقعیته. استاد، بعد در مورد این حدیثی که فرمودید، شما اشاره بهش داشتید، ایشون بر حال فرمودن که این حدیث ضعیفه و صحیح تر پیش ما کتاب الله و عترتی است. بس این که صحیح و ضعیف باشد نیست، بس اینه که توجیه این حدیث طوریه. ما چی بپذیریم که بگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن کتاب الله و سنتی یا کتاب الله و عترتی؟ ما بگیم هر دو صحیح است. بله. و هر دو هم قبول داریم و هر دو هم قابل توفیقه، خلافی درش نیست. ما اهل سنت روایت های اهل بیت و ائمه اطهار بیشتر از شما داریم. از حضرت فاطمه روایت داریم، از زینب العابدین داریم، از حسن داریم، از حسین داریم، از علی ابن ابی طالب داریم. حالا خب این کتاب الله اطلاعی در کتاب خودشون هست، در حالی که اونها از این ائمه بزرگوار ندارن. اگر داشته باشم اونقدر انگشت شمار است که عددی نیست نسبت به ادعایشون. تمام روایت‌ها ختم میشه به جعفر صادق، در حالی که دروغ میگن. نسبت روایتشون به جعفر صادق هم زیاده. حدیث اینجا هست، این در یک حدیث در وسایل شیعه جلد 18 صفحه 555 اومده که علی عبدالفقیه میگه که ایوه الناس انه لا نبی بعدی ولا سنت بعد سنتی. لطفا استاد حسینی در قبل بس را من فکرم به این سمت نکشیم، بخاطر اینکه وقت برنامه بسیار کمه. چیزی نیست که بخوای روی مسئله مثل این بحث کنیم. و حتی اطاعتی رو اذکرکم الله فی اهل بیتی تعبیر میکنه که معنی از آیه اطاعتی از اهل بیت هست یا وصیت به اهل بیت. اگر اطاعت از اهل بیت است، آیا حسین اصلا اهل بیت بود یا خیر؟ پس صلح کرد، پس از حسین اطاعت میکنید، صلح میکنید با اهل سنت. چرا صلح نمیکنید در طول تاریخ؟ درست. بسیار ساده است، اینجوری نمیخواد روش بحث کنیم. یعنی قضایی فکر نمیکنم، یعنی واقعی تاریخی و واقعی عملی صحابه رضوان الله علیهم مکانت و منزلت اهل بیت بر نزد اهل سنت بر هیچ کس پوشیده نیست. ما تنها چیزی که میگیم در کتب اهل سنت، در خانواده های اهل سنت، عامهشون گرفته تا خاصهشون از اهل علمشون، نگاه کنید محبتشون نسبت به اهل بیت چقدره. این بزرگترین ادعا بر این است که ما اهل بیت را در جایگاه منزلت خاص خودشون رو رو سر چشمون میذاریم. قبول دارم. خب دیگه وارد این بحثا نشیم، ان شاء الله برگردیم به موضوع خودمون که در همین میان برنامه هم به این خطبه اشاره شد. در مورد این خطبه بیشتر اگر توضیح بدید. این یکی از مهمترین سخنرانی های رسول الله صلی الله علیه و آله، خطبه های مشهور رسول الله صلی الله علیه و آله در روز عرفه بوده. بله. ایها الناس، جمله معروف شد با خطاب امت مردم، و این جمله هم سه بار تکرار می شده. از سمت راست یه بار می گفته، از سمت روبروش یه بار، از سمت راست یه بار، از سمت چپش یه بار تکرار می کرده، تا اینکه دوباره منتقل بشه به افرادی که ما بعد هستن، دورتر حضرتشون حضور دارن. یعنی صحابی بودن که صدای پیامبر صلی الله علیه و آله برای دیگران میرسوندن. یکی از اینها عباس بود، یکی از اینها بلال بود. ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، در بعض روایت ها حرام علیکم که حرمت یومکم هذا فی بلدک فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا، اعلام بر حرمت جان و مال و ناموس مسلمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم چندین بار تکرار کردن. یکی از مهمترین صحبت های حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در روز عرفه اعلام حرمت جان و مال و ناموس مسلمان نسبت به هم دیگه است. فرمودن که جان و مال و ناموس مسلمان از حرمت روز عرفه در ماه حرام، در سرزمین حرام، چی نزد خداوند حرمتش بیشتره. ولذا فرمود در روایت دیگر ویحکم یا ویلکم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، وای بر شما ای امت اگر بعد از من مرتد شدید، برگشتی از این دین. علامت ارتداد چی رو معرفی کردن؟ گردن هم دیگر رو زدن. گردن هم دیگر رو زدن، اباحه دما، اون چیزی که امروز در امت وجود داره. والعیاذ بالله، یکی از بدترین دردهای و فتنه های امت اسلامی در طول تاریخ قابل جبران نیست.
خب در ادامه خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله چی می‌فرمایند؟ اگر دوباره بگذار خواست دارم. آن فکر می‌کنم در این حدیث وقتی که ابتدا شروع کردن با این دماءکم و اموالکم حرام علیکم، دقیقا یعنی فقط بحث خون انسان‌ها رو مطرح نمی‌کنه که جان انسان‌ها چقدر اهمیت داره در جامعه اسلامی و این که نظر شرع الله و از این که این دین برای حفظ جان انسان‌ها چقدر تلاش میکنه، اینکه اونو در چنین روزی با اولین کلماتی که آغاز میشه حفظ جان دیگران است، یعنی این دین برای سلام و برای حفظ جان و مال انسان هاست. گذشته از اینکه جان اونها در امان هست، اموال اونها در امان است، نه بر حکام، نه بر غیر حکام، نه بر یکی دیگه، نه بر حزب ها، نه بر گروه ها، نه بر صاحب های قدرت، نه بر حتی شوهر که بخواد مال همسرش رو بخواد، نه بر برادرانی که بخوان میراث یک در به پایین این حدیث بیان میکنیم به طور مجمل و کامل اینجا مثلا عام انبار رو قرار میده، اینکه هیچ کسی حق داره مال یک دیگر رو به ناحق بخوره و الله عز و جل اینها بر همه حرام قرار داده. و کلمات شهرکم هذا و فی بلدکم هذا و انتکم و انکم و انکم، یعنی بعد از این شما خداوند رو ملاقات خواهید کرد، پس از همه اعمال شما سوال کرده خواهد شد، از اینکه چرا فلانی رو حکم اعدام کردید، چرا فلانی رو کشتید، چرا مال فلانی رو خوردید، چرا فلانی ظلم کردید. تمام این اموری که رخ خواهد در این دنیا، هر چیزی که در این دنیا شما انجام بدید و اگر روزی از شما بازخواست نشد، روزی از شما مجازات نشدید به خاطر فعل اون، یا به خاطر نبودن یک قانون، یا به خاطر هرج و مرجی که وجود داره، یا به خاطر اینکه شما صاحب قدرت و توانایی هستید و چنین کاری را انجام میکنید، اینو بدونید که حداقل اگر تمام این خونهایی که امروز ضایع میشه، تمام این اعراضی که امروز در سرزمینهای مختلف از عراق، از سوریه، از افغانستان، در جاهای مختلف دنیا، در ایران میبینید، اعدام میکنن، میکشن، به اموالشون مصادره میکنن، بیگونه ها رو بالای چوبه داریم برن، خانواده ها رو، زن ها رو بیوه میکنن، بچه ها رو یتیم میکنن، تمام اینها رو اگر قدرتی نیست که از شما بازخواست کنه، اگر شما سوال نخواهد بود، اینو بدونید که روزی خداوند رو ملاقات خواهید کرد و از اون بازخواست خواهد شد. این رو یک پیامی است برای امت اسلامی که یک مسلمان همیشه فقط از قانونی که بالای سر اون هست نمیترسه، یعنی از این نیست اگر بالای من قانونی نبود که منو مجازات کنه، قدرتی نبود که منو به سوی محکم بکشونه، ولی میدونه که در هر حالتی که باشه بازم اللهی هست که اونو مورد محاسبه قرار خواهد داد، از اعمال اون پرسیده خواهد شد و از اون سوال خواهد شد از اعمالی که کرده اید و در این انجام داده اید. فمن کانت عنده امانتون فلیؤدها الى من اطمن علیها. و چیز مهمی که بعضی بیان میکنه که اگر در نزد شما اموال و امانتی از کسی وجود داره، اون امانت رو بازگردونید به صاحبش، همونطور که آیات متعدد قرآنی حق و حقوق دیگران رو به ما امر میکنه که به اون باز بگردونیم از بر کسی که صاحبان این حق است. بله فکر کنم بعضی دیگه موضوع ربا میاد. استاد ملایی بله در خدمت شما. بحث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و آله در روز عرفه مطرح میکنه، باطل اعلام کردن بسیاری از عادات و تقالید جاهلیت است، از جمله ربا، نظام رباخاری و ربا گرفتن، از جمله خون طلبی یعنی ایثار یا به هر حال خون خواهی یعنی مطالبه بده خون در مقابل خون، و همچنین در مورد رعایت حقوق زیردستان که اون بحث جدا است. بله. و رضا پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث مشهور فرمود دنبال این است: الا ان کل شیء من امر الجاهلیت موضوع، تحت قدمی هاتین موضوع، دماء الجاهلیت موضوعه، خونخواهی های جاهلیت اعلام باطل اعلام کردن، و ان اول دم اضع في من دمائنا دم ابن ربيعه بن حارث. از خودش شروع میکنه، از بنی عمش که یکی از افرادی بودن که در بنی سعد خون خورده، شیر خارجی داشت با پیامبر صلی الله علیه و سلم، و توسط حزیل که دشمنان به اصطلاح قریشی ها بودن کشته شده بود، و احتمال میرفت که این جنگ های خونخواهی، خون طلبی بر حال و ایثار دوباره چیکار کنه، نشأت بگیره. پیامبر صلی الله علیه و آله اینو بهت باطل اعلام کرد، گفتن که این خونخواهی ها را بذارید کنار. همچنین فرمودن ربا الجاهلیت موضوع. استاد قبل از اینکه وارد این بحث ربا بشیم، آقای محمد از ایران تماسشون رو بگیریم. در خدمت شما هستیم آقا محمد عزیز، بفرمایید. آقا محمد قطع شدن. آقا محمد عزیز دوباره تماس بگیرید. ببخشید استاد ملایی در خدمت. نظام خواهش میکنم، نظام ربا در جامعه جاهلیت مرسوم بود، هم ربا مقابل، هم ربا نسیه، ربا وقت بخال، اگه کسی در تاخیر پرداخت میکرد دوباره هم
یک فایده دیگه روش می اومد. اون چیزی که امروز رواج داده متاسفانه در نظام اقتصاد جاهلی معاصر به اسم دیرکرد در بانک، بله، دیرکردهای پرداختی و امثال اونها، و این چیزی است که از قدیم و دیرباز وجود داشته. یکی سرمایه‌دار بوده، پولاش رو به قرض می‌گذاشته در مقابل به اصطلاح فایده مشخص، اگر که سر فرصت نمیتونسته باز پرداخت کنه، ربل فضل بهش میگفتن که بله. هر دو اینها به نص صریح قرآنی در سوره آل عمران و در سوره بقره تحریم شده، تحریم ابدی. و اونجا که فرموده قرآن کریم فرمود که فئن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، یعنی اگر که دست از ربا نکشیدید، ها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا يعني تركش كن دهاش كن كنارش بذارید، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، كي يعني اعلام جنگ كنيد با خدا و رسولش اگر كه نظام ربا رو. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بر این مبدا دوباره تاکید میکنه، یعنی سخنرانی های پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید در مبادی قرآنی است که در طول مدت سالهای گذشته بخصوص در نظام تشریعی که در مدینه 10 سال مدینه نازل شده بوده دوباره تاکید میکنه در مراسم حج و به اونها یادآوری میکند. و از جمله اصول دین که قبلا استاد عرب من توضیح دادن، و بعد از این مسائلی میاد، مسائلی است که جانب اجرایی دارد. عادات و تقالید جاهلیت با کنار گذاشته، تبنی یکی از اونها چه مسائلی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوره احزاب نازل شده در سال 6 یا 7، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم دوباره میاد تاکید میکنه در روز چی؟ در روز عرفه و در سرای منا، همچنین دو روز بعدش در مشاعر سخنرانی میکنه که از عادات جاهلیت این بوده که کسی را فرزند خوانده را می‌دانستند، این را باطل اعلام کرده، به دیگران اعلام بکنید، کسی را جز به پدر اصلیش نسبت ندهید تا اینکه خونها و انساب به همدیگه قاطی نشه و میراث و ارث و مثلا اموال به درستی توزیع بشه بر مردم. جالب، تا حالا یعنی تمام مطالبی که در تا این قسمت خطبه اومده همش یعنی مسائل اجتماعی بوده و چیزی که کامل مردم باهاش درگیرن. هنوز ادامه داره مسائل اجتماعی بل. خیلی زیبایی هست، بله. خب زنان صدرت ادامش رو خواهش می‌کنم. من در همین حدیث وقتی که اگر شما سلسله رو جالب نگاه کردید، بدادش با خون افادت جان انسان‌ها بود. پس این کل این خطبه بر امور اقتصادی برگشت، چه مالی که حق خود انسان هست. سپس پیامبر در پایین توضیح میده که از ربا و اینا رو کنار بذارید. بعد از این میاد پیامبر میگه که اینو بهتون مژده میدم، میگم که شیطان در این سرزمین دوباره بار دیگر پرستیده نخواهد شد، به معنی که یک بتی ساخته بشه، یک بتی بیاد دوباره در اینجا بت‌های پرستیده بشه، به عنوان یک بت یا صنم بخواد در اینجا عبادت بشه. ولی یک بلای سر می اومد خواهد اومد که متاسفانه در همین سرزمین حرم یا در همین مناطق میبینید که شما را به سوی معاصی و خطاها و گناهان این دعوت میکنه که از اون چه اطاعت میکنید. ای مردم، انما النسیء زیاده فی الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. ببینید یک چیزی در جاهلیت معروف بینشون بود و مشهور بود بین قبل اسلام، بین جاهلیت، این که عروضی که الله عزوجل سالها رو به ماه و سال رو قرار داد، 4 ماه رو در سال حرام قرار داد، از جمله این 3 ماهی که پشت هم دیگه هست، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم. در و سفر که در بعد از اون قرار داره، این در زمان در این ماه، چون که به اصطلاح یعنی عربی که در حول ما زندگی میکردن، از اونجایی که احکام خودشون رو، احکام شرعی به اصطلاح و اعتقادات دینی و مذهبی خودشون رو از ابراهیم علیه السلام گرفته بودند و امت این اسلام، امتی که رسول سلام برای دعوتشون اومده و عقیده‌ای که پیامبر سلام براش اومده و احکامی که پیامبر سلام آورده دقیقاً مطابق و کلا بگیم بسیار شباهتی از هر نبی دیگری بیشتر به ابراهیم علیه السلام داره، یعنی بر همون دینی که ابراهیم علیه السلام اومدن، چون فهمیدم این اسمی است که اسلام برای شما گذاشتیم، اسمی است که ابراهیم سمیتکم هو سماکم مسلمین من قبل، یعنی ابراهیم علیه السلام اسم امت را امت اسلام مسلمان گذاشته. در این چیز جالبی قرار داشت که الان میخوام توضیح بدم، اینه که در اون زمان این ماهای حرام میدونستن که در جنگ کردن یا گناه و معصیت ممنوع و حرمت بالاتری داره. اونها به خاطر اینکه حالا یک وقت جنگ رخ میده در یک قبیله، میخواستن یا با یک قبیله غارت کنن یا جایی بجنگن، حالا در ماه حرام قبل، مثلا الان ایام فکر کنید ماه ذوالقعده هست یا ماه محرم هست،
خب جنگیدن در این ماه طبق شرع و دینی که خودشون ازشون به جا مونده بود حرام بود و کسی حق نداره در این ماه بجنگه. حالا باید چیکار میکنن؟ میخوان بجنگن یک طرف ایجارو غارت کنن یا به یک طرف میخوان انتقام بگیرن از یک طرف، ولی حالا چون ماه محرم است نمیتونن این کارو بکنن. خب میفته اشکال نداره، این ماه رو عوض میکنیم جاشو، یه ماه دیگه میذاریم این ماه رو میجنگیم، یه ماه دیگه رو به جاش چیز اونو حرام قرار میدیم. مهم اینه که فقط 4 تا ماه حرام باشه. ولی یعنی مثلا میگفتم به جای بگیم محرم ربیع الثانی رو ماه حرام اعلام ماه حرام قرار میدیم. یعنی اون یک از عادات مشرکین بود که جایی رو که الله حرام قرار داده بود حلال قرار میدادن و جایی رو که حرام قرار داده بود حلال قرار میدادن. چیزی که امروز و چیزی که در اینجا وجود داره، یعنی این فعل رو زیادتون فعل کفر، زیاده روی در کفر هست. یعنی انسان کافر میشه با این فعل خود، یعنی این کفری که دارید، شرک مرتکب میشین، این خودش به اندازه کافی گناه هست، معصیت هست، به اندازه کافی این است که انسان رو از دایره اسلام خارج کنه. ولی این فعل شما دیگه زیاده روی در این کفر هم خواهد بود. چیزی که امروز اگر نمونه اون نگاه کنیم در بعضی از مذاهب و فرقهایی وجود داره که سرزمینی که حرام نیست اون حرام قرار میدن، جایی که خدا اون حلال قرار داده تقریبا حرام نیست. قداستی که مثلا برای ماحول حرم شما نگاه میکنید، بله حرم مکه و مدینه مشخصه، این مقدار اینجا حرم هست، از اون بیشتر تقریبا حرم حساب نمیشه. اما میبینید که انسان هایی پیدا میشن نسی و زیادت فی الکفر، گذشتی که غیر الله رو میپرستن، فعبدوا ربکم، ولی نمیپرستن غیر الله رو، براش سجده میکنن، براش طواف میکنن، براش ذبح میکنن، گذشت از این چیزی رو که سرزمین رو که الله حلال قرار داده اونو به عنوان یک حرم قرار میدن، جایی رو که خداوند عز و جل براش حرمت قرار داده که در اینجا ریختن خون و و و و, و تعدی به حقوق دیگران گناه است. جایی که شما اگر در روزی یک در سرزمین حرمی رفتید و یک مالی رو دید بر زمین افتاده، حق ندارید بردارید، در اونجا میشینن بی‌نظمی وجود میارن، در اونها موجب قتل و کشتن دیگران میشن. همین اون برمیگرده این که من میخوام صحبت آقای عرب، دکتر عرب رو واضح‌تر بگم که بره. امروز اعلام این که نجف اشرف است یا کربلا مقدس است یا نمیدونم مشهد نمیدونم حرم است، اینا کفره. به یک عبارت خیلی سریع اینا کفره. چرا؟ چون این خروج از موازین شرعی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خروج از موازین شرعی است. شرع رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که 3 حرم بیشتر نداریم. بله. اما شما چیکار میکنید؟ حرم های دیگر را اعلام میکنید. این کجا نصوص شرعی؟ روز به روز هم زیاد زیادتر میشه. داره هر شهری بره. و این باعث میشه که مردم در تدینشون واقعا به کارشون به جایی بکشه که به وضو انکار بکنن مسائل دین رو. امروز بی‌نماز در امت، بی‌نمازی در امت بیداد میکنه. چرا؟ چون از جای دیگه موازین شرعی رو منقلب کردن به جای دیگه، حاضر از چیزهایی رو مقدس بدن که مقدس نیست، مقدسات واقعی دین رو زیر پا میذارن. خب استاد مولای در ادامه من عذر میخوام، اینو تصحیح کردم، گفتم که سفر رجب ماه از ماه حرام است، عذر میخوام. خواهش میکنم. رجب و به اصطلاح ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. بفهم. یکی از موازین اجتماعی که رسول الله علیه و سلام در امت خلل را در اون زیاد احساس میکرد و جزء یکی از مشکلات جامعه جاهلی بود و جزء تقالید پست جاهلیت بود، بی حرمتی به زنان و زیردستان بود. زنان هیچ ارث و میراثی نمی گرفتن، بلکه خودشون تقسیم می شدن. در عهد جاهلیت دختر داشتن عار و ننگ بود و قرآن اینو تأیید کرده در چند این آیه. بله. که وقتی بهشون مژده داده می شد، خبر داده می شد که صاحب دختر شدی، ننگشون می اومد. و اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. خب اسلام بر این مبدأ اومد چیکار کرد؟ موازین تعامل و برخورد با زن و زیر دستان و نوکران رو کاملا عوض کرد، اونها رو بشر مستحق تمامی حقوق انسانی اعلام کرد. این یکی از موازین مقدس اسلامی است که امروز جوامع بشری داره به اون افتخار میکنه. سازمان های ملل که قرنها بعد از این سخنرانی ها و این آیات و این روایت ها تأسیس شده اند، دارن الان داره پیروی میکنن از این مواسین، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله در سرای عرفات بعد از اون آیات زیادی که در 20 سال نبوت نازل شده میفرمون ایها الناس اتقوا الله فی النساء، از خدا درباره این زنان بترسید و از زیر دستانتون حقتشون رو بهشون بدید، به اونها کتک نزنید، اونها را به امانت الهی گرفتید و اونها را برای خودتون با حرمت با کلام الهی حلال کردید.
نکنید اونها را زیر حقوقشون زیر تو بذاری زیر فراموش کنید. این تأکید بر مبدأ انسانی چیزی است که اسلام داره به اون افتخار میکنه. میفرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، حقوق متماثل است بین زن و شوهر، مرد و زن نسبت به همدیگر حقوق و حقوق متساوی دارند، واجبات دارند و حقوق دارند. اگر که حقوقی هست واجباتی هم در قبالشه و برعکس برای زن و برای مرد، ولذا هیچ حقی برگردن دیگر ندارند مگر به حقوق شرعی، اون چیزی که اسلام تأیید کرده و رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولذا این یکی از مسائلی بوده که در مجموعه سخنرانی های رسول الله صلی الله علیه و آله در مراسم حج بخصوص در روز عرفه مورد تاکید قرار گرفته و امت اسلامی امروز که هنوز هم هست در بسیاری از کشورها متاسفانه حقوق زنان داره پایمال میشه. اون چیزی که امروز میشنویم از کتک زدن زنان، از بی‌حرمتی به مادران و دختران، از محروم کردن خیلی از اینها از ارث و میراث، از طلاق دادن های بی مورد، از نمیدونم ترکشون و عدم صرف مال و هزینه زندگیشون، تأمین هزینه زندگی، اینها دردهایی است که امت داره به خاطر بی‌تقوایی مردان امت، بی‌تقوایی مردان امت. از این میترسه که به اصطلاح خداوند فقیرش کنه، میگیم بیچاره فقر شما به خاطر بی‌تقوایی شماست نه به خاطر بخیلی بی‌انفاقی شما. خداوند بعده داده به این که اگر انفاق کنید به شما میرسانیم، یا ایها الذین آمنوا، در سوره فاطر میفرماید و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، اگر چیز انفاق میکنید. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که ان انفاقی که در خانواده است اجرش بیشتر از اون انفاقی است که در غیر خانواده است، در خارج از خانه است. لقمه‌ای که مرد در دهان همسرش می‌ذاره بله. هم اجر و هم آن انفاقی که در خانه می‌کنه اجرش بیشتر از انفاقی است در خارج از خانه می‌کنه. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که در تمام این موارد ما نصوص شرعی داریم که امت باید بدانند. یه وقت می‌بینیم مرد بخیلی می‌کنه برای خانواده‌اش، اما میاد ولخرجی می‌کنه برای دوستانش تا اینکه بره خونه‌ها بکشه. می‌گیم بدبخت شما به خاطر این زیردستان ضعیفه و این کودکان ناتوان دارید روزی میگیرید از خداوند. خداوند روزی شما رو زیاد میکنه به خاطر اینها. بله. ولی بله ما میگیم که امت اسلامی به خیر هست اگر راه تقوا را و تبعیت و اتباع از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش بگیره. بله. استاد عرب در خدمت شما هستم. تقریبا 10 دقیقه هم به پایان برنامه مونده، اگر بله بتونیم جمع‌بندی بکنیم یا اینکه من در دقیقه وقت هست پایان این خطبه که دوباره یک سخنی دیگر اصلا فرمان که ای الناس اسمع قولی و عقلو تعلم ان كل مسلم اخو المسلم وان المسلمين اخوه فلا يحل امرئ من اخيه الا ما اعطاه الله الا ما اعطاه من ان طيب نفسه منه والى اخر حديث. میگه ای مردم عرف منو بشنوید، داشت تفکر کنید همه این چیزی که از براتون بیان کردم، از اینکه اموالتون خون هاتون در مورد اینکه در اون چیزی که علاوه حلال کردن حرام بدونید، اون چیزی که حرام است حرام بدونید، اینکه حق زنها را رعایت کنید، به اونها ظلم نکنید، حق حقوق هم دیگه رو بدونید، همه اینها رو بدونید، در موردش فکر کنید و بدونید که مسلمان برادر دیگر مسلمان هست. برای هیچ مسلمانی جایز نیست که مالی از برادر مسلمانش، خونی از برادر مسلمانش، چیزی از برادر مسلمانش رو بگیره مگر اینکه اون شخص درش راضی باشه. حق ندارید به اموال دیگران، به امور دیگران تعدی کنید یا بخواید حتی از امور معنوی اونها، امور خصوصی اونها چیزی رو بفهمید مگر اینکه اونها راضی نیستن. و لهذا بوار شاهد میگن که اللهم بلغت قالوا نعم، اللهم نعم قال رسول الله اللهم اشهد. اینکه با همه این اموری که نگاه میکنیم گذاشت این که رسول الله امت رو به صورت عام و کلی از تجاوز به حقوق دیگران، چه خود مسلمین و چه غیره، من میکنه و از اینکه در زیر دستان که مسئول اونها هستیم از اونها باید حق و خودها رو مراعات کنیم بعد میکنه. اینکه هر انسان مسلمانی مسئول برادر مسلمان دیگرش هست و هرگز حق تعدی و تجاوز به حق و حقوق اونها رو نداره و هرگز حق نداره مال اونها رو مگر این حالت قرار میگیره گاهی وقتها برادر بزرگتر یا گاهی وقتها برادر از خواهر ف...
فکر میکنه که چون حالا ارث پدرش هست یا اموال خودشون هست رو بدون اینکه اون راضی باشه در صورت اونو در یک حالت به اصطلاح رو در واسه قرار دادن یا در حالت مختلفی اموال دیگران انسان ها میگیرن و میخورن، چه که رخ میده حتی از همسایه، حتی از یک دوست، حتی شاید یک معامله‌ای که در یک بازار معامله میکنه یک تاجر و کاسب با قرار دادن مشتری در حالت رو درواسی میخواد با اون معامله کنه چیزی بون بفروشه. همه این اموری که ما بفهمیم که در اون رضایت طرف مقابل نیست. هر مالی رو از شخص بگیرید که شخص در اون رضایت نخواهد داشت و راضی به اون نباشه برای انسان حرام است، هرچند که ما اونو پیش خودمون چیه استاد عرب یک سوالی الان بله. الان امت اسلامی امت پیامبر صلی الله علیه و آله در وضعیت فعلی چقدر به این توصیه های پیامبر خودشون عمل میکنه؟ متاسفانه اگر عمل کردنش بگی از اون بدایت کار که از این اموالک این دماغک اموالک حرام بینکم که امی متاسفانه از مبدعی ترین حقوق هر انسان است که جانش و مالش باید در امان باشه، که نه اینکه فقط ملت ها حتی دولت ها این حق رو برای دیگران قائل نمیشن. یک دولت همسایه با تجاوز به دولت دیگه خون و مال اموال ها رو به خاطر منافع خودش داره میریزه، چیزی که شما امروز دارین میبینید بله. یا اینکه مثلا اموال دیگران رو به غارت کردن و چگونه ما رو سرمایه های مردم رو به تاراج بردن شما واضح و آشکار میبینید در یک منطقه ای که یک مردم یک منابع طبیعی یا غیره بر اونها وجود داره، از یک طرف سرقت میشه جای دیگه استفاده میشه و حق این مردمی که بومی اونجا هستن ادا نمیشه، چیزی که اصلا امت ازش دور هست. یعنی در این خطبه ای که رسول الله بیان میکنه واقعا راه حل های مختلف و متنوعی که قبل از اینکه انسان به وقوع در یک مصیبت بیفته یک مصیبت واقع بشه رو براش بیان میکنه، اگر این کار رو بکنید واقعا در مصیبت ها در این اختلاف ها در این خونریزی ها در این تلف شدن اموال در این ظلم و تجاوز در این عداوت و کینه و دشمنی قرار نخواهید گرفت. علت اتفاقاتی که ما در قرار داریم این همه تفرقه و دردی که این امت داره واقعا دور بودن از این اصول و مبادئ کلی و اساسی است که در مقابل ما وجود چه در امت اسلامی چه در یک دولت هایی که قرار داشتن بچه این که حتی در بین یک خانواده ها و یک جامعه یعنی هم به صورت فردی هم اجتماعی همه مصفان این دردها درش قرار داریم. امیدواریم که الله عز و جل همه ما رو آگاه بسازه و روزی حداقل به این حقیقت ها پی ببریم و بدونیم که نفع ما در کجا هست و از کجا در این ضربه میخوریم. استاد مولای یالا به عنوان سوال پایانی چون وقتم تقریبا 5 دقیقه مونده، تقریبا طبق فرمایشات استاد عرب فهمیدیم که واقعا امت از این موازین دور شدن برای اینکه در این حالا قتل و کشتار و این همه تباهی که میبینیم متاسفانه امت اسلامی درش دوچار شدن دور شدن از این دستورهای پیامبر. حالا چیکار کنیم که امت اسلامی بر بگردن و دوباره به این توصیه ها عمل کنن؟ امانتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عرفه بر دوش امت اسلامی رو گذاشتند امانت دعوت بود، اون رو دوباره زنده کنیم. اگر امت دعوت باشد مردم رو به خیر و دعوت بکنیم و شر باز بداریم مردم زنده خواهند شد، مردم ضمیر پاک دارن، وجدانشون میتونه بیدار باشه. ولذا بدتر از عهد جاهلیتی که معاصر با بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود درست و نیستن، به هر حال امتی هست که امت اسلامند، اما همونطور که در روایت هم استاد عرب خوندن این امت از بین نرفته و نمیرود و دشمنان هم بر اون برای همیشه مسلط نخواهند شد. اون چه که هست اختلافات فی ما بین هست، برای دور شدن از این اختلافات و راه درست در پیش گرفتن باید علما همت کنند، با اخلاص دعوت الی الله را آغاز بکنند. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این آیه در سوره مبارکه یوسف تأکید بر این مبدا است، امانت الهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دوش تک تک امت گذاشته تا قیام قیامت هست. هر طالب علم مخلص، هر عالم مخلص باید بدون چشم داشت به شهرت های دنیا، به مطامع دنیا، به افتخارات دنیا الالله دعوت بدهد، نه به سوی چیز دیگه. الالله و الالله بودن یعنی این که هم خودش ربانی باشد
هم مردم را به ربانیت دعوت بدهد. توحید خالص و توحید خالص این را میطلبه که مردم از خرافات، از شرکیات، از اتباع هوا و هوس، اتباع تقالید جاهلیت دست بکشند. ولی زاد دو شقه داره، یکی دور شدن از تقالید و خرافات و شرکیات و یکی پیوستن به قافله توحید و مخلصان و موحدان بر منهجی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وصفش کرده، رسمش کرده. اون منهج، منهج خدایی است و ربانی است. هذه سبیلی، سبیل یعنی راه و روش. قل هذه سبیلی، اون سبیلش قرآنه. اهدنا الصراط المستقیم، ادعو الى الله علی، با این واضح، با این وضوح‌تر و آشکارتر دیگه ما آیه نداریم. هذه سبیلی ادعو الى الله، هیچی دیگه نیست، نه حزب هست، نه مذهب هست، نه شیخ هست، نه رهبر هست، هیچ کس در اینجا مطرح نیست. الى الله، اگر دعوت الى الله در امت آغاز شد که هست، الحمدلله، و این بشارت و مژده ما میبینیم که امروز دشمنان ما بر علیه ما اینقدر دارن چیکار میکنند، حمله بر میشدند و اختلاف امت از طرف دیگر در داور است. این اختلافا باید برطرف بشه و چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بود که یوشک و ان تتداعى علیکم الامم کما تداعت الاکله الى قصعتها، قیل امن قله نحن یومئذ یا رسول الله، قال بل انتم یومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السیل. امت ها بر علیه شما حمله بر میشوند آنچنان که لاشخوران بر یک مردار حمله بر میشوند تا اینکه از خیرات اون بخورن. امت اسلامی اصحاب خیراته، در حاصل خیزترین کره زمینی کره زمین حاکم هستند و زندگی میکنند، بلکه دیگران بهشون تمام میکنند. قیل امن قلت نحن یومئذ یا رسول الله، آیا از کمی ما هست، از کمی عده و عدت ماست؟ نخیر، بل انتم یومئذ کثیر، شما زیادید، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، ارزشی نداری، مثل حباب های و موج های دریا هستی. چرا؟ به خاطر اینکه آخرت فراموش کردید و وهن که همون حب دنیاست در قلبتون سلطه بر شده. برادر رو کنار میزنه، این حاکم حاکم دیگر رو میخواد کنار بزنه، رقبا هم دیگر رو تخریب میکنن و الی آخره. این است که بازگشت به مسیر صحیح دعوت اسلامی، چیزی که امروز به عنوان منهج سلفیت در دنیا مطرح شده و چیزی که آقایون اون را وهابیت مطرح میکنن، مسیر درستی است به سوی اسلام نوین. اسلام نوین که میگیم با منهج نبوی، با منهج محمدی، با منهج و شریعت اسلامی، قرآن و سنت. خیلی ممنون از شما استاد عزیز، استاد ملایی و همچنین استاد عرب که قبول زحمت فرمودید و در این برنامه مشارکت داشتید. تقریبا داریم به ساعات پایانی و شاید بگم دقایق پایانی روز عرفه میرسیم. از همه شما عزیزان عاجزانه خواهانم که برای همه کارکنان شبکه‌های توحیدی دعا کنید و خاصتا برای کسایی که شما اونها رو نمی‌بینید و همیشه زحمت می‌کشن و دوستایی که پشت صحنه هستن، دوست دارم ان شاء الله براشون یک دعای خالصانه بکنید که الله متعال همه ما و شما رو توفیق بده، گناهان همه ما و شما رو بیامرزه الله متعال و توفیق بده ان شاء الله ما هم بتونیم روزی در این سرزمین مقدس که در تصویر مشاهده میکنید ما هم حضور داشته باشیم و توفیق حج رو الله متعال به ما هم بده. تا برنامه دیگر که انشالله باز شب تا شاید بگم ساعتی دیگر در خدمت شما خواهیم بود، همه شما رو به الله متعال میسپارم. باز اعلام میکنم که فردا ویژه برنامه عید داریم، انشالله در خدمت شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون، شب و روز خوش. خسته نباشید. آمدم گرد حریمت که طوافت کنم، آمدم بر تو توکل کنم، آمدم نزد تو آدم شوم، آمدم بندگیم را به تو محکم کنم، آمدم تا به منا ما و منیت کشم، آمدم بوی خدا گیرم و اطهر شوم، لبیک ذا النعماء، آمدم دیو بدندیش خاکش کنم، آمدم بار دیگر
نفس مکرم شوم. لبیک و سعدی، آمدم مست ز سرچشمه زمزم شوم. آمدم تا که به تکریم الهی رسم. لبیک اله الحق لبیک.